قاچاق دلار از کشور به بیرون عامل اصلی نزول بهای افغانی. به نام خدا و با عرض سلام، امروز جمعه 19 عقرب سال 1391 خورشیدی برابر با 9 نوامبر سال 2012 میلادی. بر رویدادهای خبری افغانستان و جهان از تلویزیون آریانا خوش آمدید. برخی نهادهای مدنی و انتخاباتی از اعلام برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مطابق قانون اساسی افغانستان استقبال می کنند. این نهادها می گویند مشکلات در هر فصل سال در افغانستان وجود دارد، اما بهترین است که دولت افغانستان به همکاری نیروهای آیستف امکانات گسترده را در اختیار باشندگان مناطق دوردست کشور قرار دهند تا در انتخابات شرکت کنند. این اظهارات در حال صورت می گیرد که رهبر ائتلاف ملی افغانستان روز گذشته به دلیل سردی هوا 16 حمل 1393 را زمان نامناسب برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان خوانده است. عبدالوکیل نایبی گزارش می‌دهد. کمیسیون مستقل انتخابات ماه گذشته 16 حمل 1393 خورشیدی را تاریخی برگزاری سومین دور انتخابات ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرد. با آنکه هنوز بیشتر از 1 سال و 6 ماه دیگر به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در افغانستان باقی مانده است، برخی احزاب و علاقات سیاسی به دلیل آنکه تضمین شفافیت انتخابات می‌دانند، خواهان تغییر تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری هستند. در تازه ترین واکنش دکتر عبدالله رهبر ائتلاف ملی روز پنجشنبه هفته روان زمان برگزاری تاریخ انتخابات را به دلیل سردی هوا که به باور وی مردم کمتر سهم خواهند گرفت نامناسب خواند. اما مجتمع جامعه مدنی افغانستان به دلیل اینکه برای بار نخست تاریخ انتخابات در مطابقت به قانون اساسی افغانستان برگزار می شود استقبال می کند. آقای رفیعی می گوید هرگاه دولت افغانستان اراده بهتر برگزار شدن انتخابات ریاست جمهوری را داشته باشد، می تواند در همکاری با نیروهای ایساف امکانات وسیعی را در ایجاد مراکز رایدهی در نزدیک روستاها در مناطق دوردست قرار دهد. از آنجا که مشکلات عدیده در ارتباط با چگونگی امکانات دسترسی مردم به مراکز رایدهی و همچنان به محلات رایدهی وجود دارد، پیشنهاد ما این است که اگر دولت افغانستان در همکاری با نیروهای ایساف امکانات بسیار وسیعی را به خاطر ایجاد مراکز رایدهی در مناطق نزدیک به قریجات و قصبات افغانستان ایجاد بکنند، این مشکل قابل حل است. جاندار سپینغر مسئول بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه آفیفا نیز از اعلام برگزاری انتخابات در مطابقت به قانون اساسی حمایت میکند. اگر این تاریخ ما با اصطلاح به عقب مندازیم، ببینیم دو ماه به عقب میره فصل سیلاب هاست که این بزرگترین آفات طبیعی در افغانستان سیلاب هاست که او را آرام بند میکنه، مردم را به جای میکنه، در او حالت هیچ نیست قابل تدویر انتخابات. و گزو عقب تر میره، من فکر میکنم برآمدن نیروهای ناتوز بازم از نظر روانی فضایی که در کشور حاکم است شاید درست نباشه. و اگر بسیار پیش میاریم مسئله اصلاحات انتخاباتی را وقت کم میشه، این مشکل جنجالی است. با این همه واکنش ها و ابراز نظر ها، کمیسیون مستقل انتخابات گفته است پیشنهاد آوردن تغییر در تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آینده که در مخالفت با قانون اساسی افغانستان می باشد به هیچ صورت عملی نخواهد شد. افغانستان و اندونزیا در زمینه‌های سیاسی، تجاری و فرهنگی توافقنامه‌های همکاری امضا کردند. این توافقنامه‌ها در حاشیه 5 نشست مجمع دموکراسی بالی در اندونزیا با حضور داشت رؤسای جمهور دو کشور امضا شده است. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در حاشیه نشست دموکراسی بالی با سوسیلو بیمینگ یودهویونو رئیس جمهور اندونزیا دیدن کرده است. رهبران دو کشور در این دیدار بر گسترش همکاری های دو جانبه در عرصه های سیاسی، تجاری و فرهنگی متعهد گردیدند. همچنان مقام های دو کشور از توافقنامه جدید دوستی جایگزین موافقتنامه دوستی سال 1955 استقبال کردند. در خبرنامه‌ای که ریاست جمهوری افغانستان نشر کرده گفته شده است در این دیدار توافقنامه‌های دوستی و همکاری میان اندونزیا و افغانستان، رفع ویزا برای پاسپورت‌های سیاسی و مشورتی‌های دو جانبه از سوی وزیران خارجه دو کشور به امضا رسید. همچنان یادداشت تفاهم مبادله برنامه‌های فرهنگی از سوی وزیران اطلاعات و فرهنگ دو کشور نیز عرض گردید. در اعلامیه مشترکی که پس از امضای توافقنامه تحت عنوان تقویت روابط افغانستان و اندونزیا در یک دهه آینده به نشر رسید، اندونزیا تعهد کرده است که افغانستان را در عرصه همکاری های تکنیکی، ارتقای ظرفیت، تقویت نهادها، زراعت، توانمندی زنان و اهدای بورس های تحصیلی حمایت می کند.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان عصر امروز با پایان یافتن اجلاس مجمع دموکراسی بالی وارد هندوستان شد. در خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان گفته شده است که در این سفر قرار است رئیس جمهور کرزی با رئیس جمهور، نخست وزیر و شماره از مقام‌های هندی دیدار کند. میزان جرایم در 6 ماه نخست امسال نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. لوئیس آرانوالی میگوید که به بیش از 15,000 پرونده رسیدگی کرده، اما ناامنی ها هنوز هم بزرگترین چالش فراراه تطبیق قانون در کشور است. با این حال وزارت امور داخله تطبیق قانون را یکی از اولویت های نیروهای پلیس میخواند و تاکید دارد که قانون در بخشی که حاکمیت وجود دارد تطبیق می شود. همزمان با این اداره مبارزه با فساد اداری از لوئیس آرانوالی می خواهد تا به پرونده های فساد اداری به زودترین فرصت رسیدگی کند. جمایل فرید گزارش می دهد. رسیدگی به پرونده های فساد اداری، موضوعی که همه در انتظارشند. آیا تا کنون به این پرونده ها رسیدگی صورت گرفته است؟ اداره مبارزه با فساد اداری می گوید تنها در 2 سال گذشته 141 پرونده فساد به لوئیس آرانوالی رسیده است که شامل پرونده های مقام های پیشین حکومتی نیز است. این اداره از لوئیس آرانوالی می خواهد تا به این پرونده ها به زودی رسیدگی کند. تمام ملت افغانستان انتظار زیر دارند که باید این دوسیه های فساد اداری زودتر روی دست گرفته شود، نتایج زینا معلوم شود و این کار مقام محترم لوئیس آرانوالی است که در قسمت بسیار باید جدیدتر باشند. لوئیس آرانوالی می گوید که به تمامی پرونده های فساد اداری رسیدگی کرده است. قضایایی که از اداره عالی مبارزه با فساد اداری به ما مواصلت کرده جزوی از او قضایای هست که ما هر سال امور بررسی می کنیم. تا 1 سال 2 سال پیش خب ما سالانه در حدود 15,000 دوسیه بررسی می کردیم، ولی امسال در 6 ماه اول سال ما 15,000 دوسیه را بررسی کردیم. در کنار چالش های دیگر، ناامنی یکی از نگرانی هایی است که لوئیس آرانوالی می گوید مانع اجرای کار آنان شده است. ما در حدود 5,000 نفر جدولش ترتیب کردیم که از طرف محاکم به مجازات محکوم شده، ولی نسبت نبود امنیتی ما نتانستیم تا بالا حکم بالاشان تطبیق بکنیم. با این حال شماری از اعضای مجلس نمایندگان تطبیق قانون را جدا از پرونده های فساد می خوانند و می گویند نهادهای عدلی و قضایی در این مورد اراده قوی ندارند. امنیت یک بهانه است، یک توجیه است. او چیزی که مانع رسیدگی جدی به دوسیه های فساد میشه فکر میکنم مافیای قدرتمندی است که متاسفانه در تمامی بخش های حکومت و دولت نفوذ پیدا کرده. عدم موجودیت یک اراده سیاسی قوی به خاطر پیگیری جدی قضایای فساد در افغانستان. از سوی هم وزارت امور داخله بر تطبیق قانون در تمام بخش‌ها تاکید می‌کند و می‌گوید در بخش‌هایی که حاکمیت وجود دارد قانون تطبیق می‌شود. در گذشته مشکلات بیشتر بوده، اما امروز هم نهادهای حکومتی، مقامات حکومتی و دولتی از پلیس خود حمایت می‌کنند و از تطبیق قانون حمایت می‌کنند که خودش زمینه را بیشتر فراهم ساخت. هرچند مسئولان حکومت افغانستان همواره بر تطبیق قانون در کشور تاکید کردند، اما آگاهان میگویند به جای قانون پذیری از سوی مسئولان دولتی قانون گریزی بیشتر در جامعه مسلط است و این کار سبب شده است تا حکومت افغانستان بیشتر در این موارد با انتقادهای بین المللی روبرو باشد. ادامه خبرهای داخلی را بعد از وقفه کوتاه دنبال میکنیم.